تو پیجم یه استوری گذاشته بودم از دغدغه ماشیندارا پرسیدم. سه تا دغدغه‌ای که خیلی تکرار شد ولی این ویدیو اصلا به دردشون نمیخوره این بود که میترسن رو ماشینشون خش بندازن، بنزین قیمتش زیاده، قیمت قطعات زیاده ولی کیفیتشون پایینه. اما ما بقیه دغدغه‌ها خیلی به این ویدیو مرتبطه. برای خیلی از ماشیندارا دغدغه است که چراغ چکشون روشن بشه و این یعنی یه اتفاقی تو موتور ماشین افتاده که تو نمیدونی چیه و ممکنه کلی هزینه بذاره رو دستت. برای خیلی از ماشیندارا به سرقت رفتن ماشینشون خیلی دغدغه بزرگیه. میری میبینی جاتر بچه نیست. برای خیلی از ماشیندارا این یه دغدغه است که یه موقعی تو جاده یه جای ناجوری ماشین تو رو بذاره، مثلا باتریش یهو بخوابه. برای یه قشری هم دغدغه بود که ماشینمون وقتی میریم داخلش تو تابستون کوره نباشه، تو زمستون یخچال هوای داخلش مطبوع باشه. حالا به استثنای اینا یه عالمه دغدغه دیگه هست که مشکلتون اینجاست. ریدیدینگ خانم ها و آقایان، این شما و این پیود. حالا پیود چیه؟ چی کار میکنه؟ در ادامه ویدیو کامل براتون شرح میدم. سلام، عمرو نیازی هستم. ابتدا ویدیو رو چین لایک کنین. اگه کانال رو در یوتیوب سابسکرایب نکردید، رو سابسکرایب زنگ بزنید تا برسیم هر چه سریعتر به 100,000 تا. پیود یه سیستم مدیریت هوشمند خودروه، همه کار است، یه گجت هوشمنده که خودرو رو به نوعی هوشمند میکنه. نکته جالبش اینه که با چند ویژگی خاص، هزینه نگهداری خودرو رو به شکل محسوسی کاهش میده. عمر مفید خودرو رو بالا میبره، به کیفیت استفاده از خودرو هم خیلی کمک میکنه. ای‌بیا به خودرو به زبان ساده. دستگاه پیود از طریق درگاه OBD به ECU دیاگ خودرو متصل میشه. قبل از اینکه هر مشکلی برای خودرو پیش بیاد و چراغ چک روشن بشه، دستگاه پیود مدام در حال رصد سلامت خودروی شماست و قبل از اینکه یک مشکل جدی برای خودروتون پیش بیاد و نیاز به تعمیرگاه رفتن داشته باشید، بهت میگه گله قشنگم، به این دلیل مشکل داره برای ماشینت پیش میاد و شما هر چه سریعتر خوبه که ماشینتو تعمیر کنی تا خدای نکرده یه روزی یه جایی تو جاده نذارتت، بعد علافشی کلی هزینه بکنی. یه سیستم سرویس دوره‌ای داره که کاملا هوشمنده و با استفاده از یه عالمه محاسبات پیچیده زمان دقیق رسیدگی به انواع سرویس های دوره‌ای خودرو رو بهتون میگه. برای انجام این کار به علاوه کیلومتر طی شده، نحوه رانندگی، آب و هوا، میزان مدتی که تو ترافیک بودید و خیلی متغیرهای دیگر رو کنار هم قرار میده تا اطلاعات دقیق رو به شما بده و محاسباتش رو انجام بده. فقط تنها کاری که کافیه بکنید بعد از نصب دستگاه، اطلاعات اولیه که میخواد رو بهش بده. ما بقیش خودش انجام میده. جی مایندر یا جو مایندر میتونید مشخص کنید در یک روز خاص از سال اگر از محدوده خاصی رد شدید به شما هشدار بده. مثلا مشخص کردی که دهم مهر ماه سالگرد ازدواجته، وقتی به شعاع 1 کیلومتری خونت نزدیک شدی بهت هشدار بده بابا گله قشنگم، برو یه دسته گلی یه چیزی بخر، دسته خالی نره خونه ها، کتک میخوری. بعد تو متوجه میشی، خب میری خرید میکنی دیگه. یه ربات هوشمند خیلی جالب داره که اسمش پیور ربات. نقش دستیار هوشمند خودروی شما رو داره. همیشه شرایط خودرو رو از ای‌بی‌آبی گرفته تا کنترل سرویس های دوری و یا کارهایی که برای خودتون مشخص کردید یا شرایطی که خودرو توش قرار گرفته رو تجزیه تحلیل میکنه و باهاتون حرف میزنه. مثلا فرض کنین قصد مسافرت دارین، اگر کرونا تموم بشه و از شهر تهران میزنید بیرون، این پیامو میشنوید. شناسایی وضعیت خروج از شهر. وضعیت خودرو در حال اسکن شدن است. یا مثلا قصد داری از شهر بزنی بیرون و 150 کیلومتر دیگه موعد تعویض روغنته، این پیامو میشنوی. پیوروبات خطایی در سرویس دوره‌ای شناسایی کرد، لطفاً کنترل نمایید. یا اصلا فرض کنیم تو جاده‌ای داری میری 100 کیلومتر جلوتر داره برف میاد، این پیام برات میاد. یاداوری زنجیر چرخ. یا مثلا فرض کنید چندین ساعتی که دارید رانندگی میکنید، بر اساس طول مدت زمان رانندگیتون یهو این پیام پخش میشه. زمان استاندارد رانندگی شما طی شده است، لطفاً زمان کوتاهی برای استراحت در نظر بگیرید. یا مثلا یه جای خاصی از شهر کار دارید، قبلا بهش تعریف کردید که اگر من تو محدوده فلان جا بودم بهم بگو برو فلان کارتو انجام بده که یادم نره، بعد به اون محدوده که نزدیک میشید این پیام پخش میشه. یاداوری جهت محدوده جغرافیایی خاص. پیوروبات را چک کنید. خوبی اپلیکیشن پیود اینه که با رابط کاربری بسیار ساده، به زبان بسیار ساده مسائل پیچیده خودرو رو برای من و تو شرح میده. تکرار میکنم، به زبان بسیار ساده برای من و تویی که سواد مکانیکی نداریم، میاد همه چی رو شرح میده تا به راحتی بفهمیم تو دل خودرومون داره چه اتفاقی میفته.
پیوت همراه همیشگی ماشین شماست و بعد از اینکه جای خیلی خوبی نصب شد و دیده دیگه نشد، اگر خدایی نکرده ماشینتون به سرقت بره، با جی پی اس دائما فعالش موقعیت لحظه‌ایشو از طریق اینترنت به شما نشون میده. بعد نکته جالبش اینه که شما در عین حالی که در لحظه میبینی ماشینت کجاست، قابلیت اینو داری خاموشش کنی. البته اینم بهتون بگم، خاموش شدنش اینطوریه، بعد از اینکه توقف کامل میکنه 15 ثانیه بعد خاموش میشه ماشین، نه اینکه بزنی خاموش وسط جاده یهو ماشین بره تو در و دیوار تصادف بشه وضعیت بدتر بشه. سیستم مانیتورینگ پیوت همون جی پی اس خودروه، اما با داده های کامل تر، مثل جاهایی که رفتید. تو چند روز گذشته کل مسیر طی شده رو با انیمیشن بهتون نشون میده، کجاها چقدر سرعت داشتید و حتی کجاها چقدر توقف داشتید. همین سیستم مانیتورینگ رو در نظر بگیرید برای پیمانکارها، فروشگاه‌های بزرگ، جاهایی که ماشین‌ها و خودروهای زیادی رو دارن که متحدن مال همون سازمانه، چقدر میتونه کارآمد باشه. با یه گوشی میتونی وضعیت تمام ماشینا رو چک بکنی، سرویس دوره‌ایشون رو ببینی کجا رفتن، چطوری رفتن، با چه سرعتی رفتن، شیوه رانندگی‌ها رو دنبال بکنی. اینطوری عمر دستگاه‌ها بالا میره، یهو یکی از ماشینات از کار نمیفته بره تو تعمیرگاه، خدا بدونه کی درست میشه، و کلی هزینه‌های جانبی دیگه. پیوت قابلیت‌های زیادی داره که همه رو نمیشه تو این ویدیو جا داد. در نهایت به چند تا سوال مهم میرسیم. پیوت روی چه خودروهایی کار میکنه؟ هر خودرویی که درگاه OBD داشته باشه. OBD همون پورتیه که از طریق اون خودروی شما رو دیاگ میکنن. ایرانی و خارجی بودنش هم اصلا فرقی نداره. میشه از یک پیوت برای چند خودرو استفاده کرد؟ طبیعتاً نه. هر قطعه سخت افزاری پیوت برای یک خودرو، ولی تا بی نهایت بار میتونید اون گجت رو بین ماشین های مختلف جابجا کنید. آیا میشه از یک اپلیکیشن برای مدیریت چند دستگاه پیوت استفاده کرد؟ بله، به راحتی شما میتونید چند دستگاه رو به یک اپلیکیشن متصل کنید. آیا میشه یک پیوت رو به دو گوشی متصل کرد؟ اطلاعات یک خودرو فقط به همون موبایلی که فعال سازی شده ارسال میشه. این برای امنیت بیشتر تعریف شده. گارانتی داره؟ بله، 2 سال گارانتی تعویض داره و شرکت پیوت اعلام کرده که در هفته اول استفاده از پیوت به هر دلیلی که دلتون نخواست پیوت رو از شما پس میگیره و کل پول رو به شما عودت میده. این به سبب اطمینانیه که به محصولشون دارن. از کجا باید بخریم؟ از وبسایت شرکت. اونجا میتونید مدل‌های مختلف رو ببینید، مقایسه کنید و در نهایت خرید کنید. اما معرفی انواع محصولات پیوت. پیوت 6 محصول داره در 3 دسته‌بندی. 3 مدل نصب ساده دارن، 3 مدل نیاز داره کارشناس نصبش کنه. اون 3 مدلی که نیاز کارشناس نصبش کنه همون 3 مدلیه که قابلیت خاموش کردن خودرو رو دارن. ضمناً تفاوت اصلی بین مدل‌های مختلف در سرعت انتقال داده و دقت در بخش مربوط به جی پی اس. یعنی هر چیزی که بهتون گفتم رو همه مدل‌های پیوت داره و تنها تفاوت در عملکرد و کارایی. سری P100 و P100 پلاس، این مدل‌ها فقط رو خودروهایی که شبکه ای کن دارن کار میکنه. اگر شک دارید که خودروتون کن رو پشتیبانی میکنه یا نه، پیشنهاد میکنم با تیم پشتیبانی پیوت تماس بگیرید. سری P300 و P300 پلاس تمامی امکاناتی که گفتم رو داره. سرعت عملکرد این دو نسخه عین همدیگه است، فقط نسخه پلاس قابلیت خاموش کردن خودرو هم داره که به نظر من خاموش کردن خودرو از هر فاصله خیلی امکان مهمیه. سری S300 و S300 پلاس تمام قابلیت هایی که گفتم رو داره، ولی سرعت عملکردشون در بالاترین حد ممکنه، به قولی نسخه های اندشونه. اگر تهران هستید و این کالا رو خریداری میکنید، نهایتاً تا 48 ساعت کارشناس میاد محصولتون رو نصب میکنه، در صورتی که محصولتون نیاز به نصب توسط کارشناس داشته باشه. اگر شهرستان هستید، نهایتاً تا 6 روز این اتفاق میفته. اگر باز هم سوالی دارید میتونید از کارشناساشون بپرسید یا با شماره‌ای که در تصویر میبینید تماس بگیرید. امیدوارم ویدیو براتون کارآمد و مفید بوده باشه. اگر ماشیندار نیستی بفرست واسه اونایی که ماشین دارن، اگر ماشیندار هستی بفرست واسه اونایی که ماشین دارن ولی این ویدیو رو ندیدن. ارادتمند شما هر شبانه روز 7 روز هفته اهورامیاسی.